امروز هم قرار هست روی یکی از موضوعات خیلی مهم و همواره‌ای که خیلی موضوعی جالبی هم هست صحبت کنیم. و خوشبختانه حضور جناب آقای محمد هادی فیضی فعال حوزه تکنولوژی را هم با خود ما در برنامه داریم و روی موضوع وب نسل سوم امروز صحبت خواهیم کرد. ای که چی هست، صحبت‌های بیشتر را آقای فیضی با ما و شما خواهد داشت. صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام خدمت شما همکارانتان و تمام بیننده های محترم. صبح همگی بخیر، در خدمت شما قرار داریم بازم با یک بحث جدید. خیلی تشکر آقای فیضی. ما گفتیم همواره در هر هفته در بخش تکنولوژی حضور آقای فیضی را با یک موضوع بسیار جالب و زیبا در خدمت هموطنان عزیز هستیم. و در موضوع امروز هم اگر یک معلومات کلی مقدمتاً درباره خود وب نسل سوم بتونید که چی هست؟ خب وب نسل سوم، نسل سوم وبسایت است که در صفحات مجازی در جهان فعلا بر اساس شاخصه www.dot را اندازی شده. بله. که به اختصار World Wide Web برش میگیم و نقش اساسی را که در این زمینه ایفا میکنه محبوبیت چنین وبی است که در جهان وجود داره. اگر شما بررسی بکنین اغلب کسب و کارها، تجارتها، نشرات حتی و قسمت اعظم زندگی مردم فعلا در فضای اینترنت خلاصه میشه. و مردم زندگی روزمره را تقریبا نصف زندگی روزمره خود در صفحات وب میگذرانند. آقای تیموتی برنرزلی بر بار اول زمانی که وب گسترش داد از برنامه HTML و CSS استفاده کرد و توانست که چنین کشف را تقدیم بشر کنه، چنین اختراعی را به وجود بیاره و امروزه در حد بسیار پیشرفته قرار داره. و اگر مقایسه بکنیم وب نسل اول با نسل دو و فعلا نسل سه، خیلی تفاوت ها را احساس میکنیم که در ادامه بحث ما باز تفاوت هایش بر شما میگیم که چه تفاوت های فعلا وجود داره. بله دقیقا. آقای فیضی، این وب نسل سه با اینترنت کدام تفاوتی داره یا هم خیر؟ خب تفاوت داره بله، ولی اقدر تفاوتشون فاصله نداره که محسوس باشه. بعضی به یک عقیده هستن که وب 3 یا وب 3 نسل سوم انترنت است، هرچند که ما امروز نسل پنجم انترنت میبینیم که استفاده میشه و در بعضی کشورها نسل ششم استفاده میشه، انترنت 5G و انترنت 6G که امروز استفاده میکنن. این اختراع که هست، منظورم وب برای شما میگم. وب فرق میکنه. وب که است مجموعه از پلتفرم ها، اپلیکیشن ها و سایت های معتبر مختص به شرکت ها، مختص به افراد که در زمینه خصوصی و غیر خصوصی در صفحات مجازی فعالیت میکنن، به این محدوده گسترده است و به این محدوده خلاصه میشه. چنین چیزی را ما برش وب میگیم. بله. خب وب نسل سوم، وب نسل چهارم هم در راه هست؟ خب دقیقا در راه هست و روی ای کار میکنن. ما روز به روز پیشرفت ها را میبینیم، روز به روز توسعه را میبینیم، خصوصا در حوزه تکنولوژی. و دنیایی است که اصلا استاپ یا توقف ده او اصلا معنا نداره، روز به روز به سمت جلو حرکت کرده میره و هم با یک سرعت بسیار سرسام‌آوره که اصلا انسان تصور نمیکنه که چنین چیزی فعلا وجود داره. بله. و به نسل چهار هم در آینده ما شایدش خواهیم بود. بله. خب همونطور که همواره ما گفتیم که تکنولوژی در حال پیشرفت هست. بله. آقای فیضی، اگر در رابطه به تفاوت بین وب نسل دوم و نسل اول هم صحبت داشته باشین که تا حال چقدر تغییرات آمده؟ خب زمانی که وب نسل اول گسترش پیدا کرد، وب بسیار ساده بود، مثل صفحات روزنامه بود که کاربر زمانی که داخل وب میشد قابلیت خواندن و یا نظر دادن نداشت. امروز ما میبینیم در پلتفرم هایی که استفاده میکنیم، در اپلیکیشن هایی که چی در تلفن های همراه و چی در کامپیوتر ها استفاده میکنیم،
نظیر توییتر، فیسبوک اینا که استفاده میکنیم، یک آپشن و یک گزینه وجود داره که کاربر میتونه نظر خود را کنه. جدا از اینکه میتونه بخونه و بنویسه، میتونه نظر بده. ولی وب نسل اول چنین خصوصیت نداشت. و ایرا زمانی که گسترش دادن و وب نسل دو معرفی شد، وب نسل دو کلا یک تغییر و تحول بسیار اساسی ایجاد کرد. بله. طبقی که قبلا برتان گفتم، در وب نسل اول امکان خواندن، امکان نظر دادن وجود نداشت. دویخ فقط مختص به خود شرکت ها بود که اعلاناتشون در صفحات یا در محیط وبسایت ها انتشار بدن، به خاطر کاربران و اونا میتونستن فقط معلومات بگیرن و کل مدیریت به سمت شرکت ها و به سمت خود سرورها برمیگشت. ولی امروزه ما در وب نسل 3 یا در وب نسل 2 اگر استفاده میکنیم، میبینیم که وب آزادتری است، وب دموکراتتری است و وبی است که حاکمش خود کاربر میباشه. یک شاخصه بسیار کلانی که اینجا وجود داره، زمانی که وب رو اندازی میشه، درست است که از طرف سرور و یا از طرف همون مرجعیت خودش ارائه میشه، ولی به یک نحو زمانی که کلمه دموکرات اینجا پیاده شوه و اگر از لحاظ سیاسی بحث کنیم که میگن حاکمیت مردم برای خود مردم، بله. چنین فضای دری ساحت رو اندازی شده و حاکم از خود مردمان هستند. میتونن تولید محتوا بکنن، میتونن نقد و نظر کنن و چنین چیزایی را میتونن اینا در این فضا به اشتراک بگذارن، محتوایی که تولید میکنن، مقالاتی که مینویسن. ولی بعضی معایب وجود داره. باز معایبش هم بر شما میگیم که چی معایب وجود داره. و این بود از نسل، از وب نسل دوم. بله. ولی وب نسل سوم که از خیلی پیشرفته تر از وب نسل دو است. بله. بخاطر که ما در سالیان اخیر شاهد تکنولوژی های نظیر augmented reality و virtual reality هم و واقعیت افزوده، اما عینک های پوشیدنی اپل که یک برنامه بحث داشتیم رویش وقتی بود وارد بازار شد، و یک نقطه عطف که اینجا وجود داره، وجود بازار ارزهای دیجیتال است که در وب نسل 3 دخالت مستقیم داره و تراکنش ها و کنش هایی که وجود داره در این بازار خیلی تأثیر به سزا میگذاره. و همچنان میتونیم هوش مصنوعی را بانی اصلی وب 3 قلمداد بکنیم که بر اساس از این روی انترنت اشیا، پلتفرم های موبایل، زندگی روزمره و حتی کار روزمره و تجارت گسترده که در سطح جهان است تأثیر خیلی مستقیم دارد. بله. خب آقای فیضی، با این که شما هم اشاره داشتین پیشرفت روزافزون این وب ها و با وجود آمدن نسل های دیگر، به نظر شما میتونه چه تأثیر روی زندگی مردم داشته باشه؟ خب تأثیر که از گذشته تا کنون تأثیرات خیلی محسوس است. اگر مقایسه بکنیم، زمانی که وب نسل یک آمد، البته یک تغییر بسیار اساسی و گسترده بود در صنعت تکنولوژی. تغییر اساسی که وجود داره ای است که کلان تمام تجارت و کلان تمام کاروبارها به این سمت روان است. ما در زمان نیستیم که از تبلیغات فیزیکی استفاده کنیم، فرض مثال بروشور و تراکت چاپ بکنیم و به مردم توزیع کنیم در جاده ها و اینجا که مردم اعلانات ما رو ببینن. بله. چنین چیز فعلا در حال انقراض است. و یکی از نکات مهمه که وجود داره رفتن کاروبار به سمت فضای وب است، بخاطر که فعلا تمام مارکتینگ دنیا و نگفته نمانه 500 شرکت معتبر ایالات متحده آمریکا فعلا کسب و کار و درآمد و تمام مسائل کاروبارشان در صفحات وب است. یکی از پیشرفت هایی که در آینده وجود داره و این فضا میتونه گسترده تر شوه، وجود فضای کاروبار در صفحات وب است که ما افراد را داریم که مثلا انترن هستن، کارآموز هستن یا فریلانس هستن، میخواین که فری کار کنن، بخاطر کسب تجربه فعلا در فضای وب کار میکنن و کاروبار از خانه اینا شروع میکنن، یعنی از خانه کار میکنن. ضرور نیست که اینا برن در شرکت مثلا هزینه کنن، هم از لحاظ مادی، هم از لحاظ زمانی، هم از لحاظ بعضی چیزهای دیگه که
مختص به خود شخص میشه، کاروبار کلن از خانه کنترل میشه و این فضا خیلی یک فضای بزرگ است و یک طرح خلاقانه بود که سابق تا فعلا پیاده شده و فعلا داره در حال عملی شدن است. بله دقیقا. آقای فیضی با توجه به صحبت‌های شما همونطور که شما هم اشاره داشتین، خب این وب ها میتونه که فایده های زیادی داشته باشه، مزایای زیادی داشته باشه. حالا به این درابطه به معایبش هم صحبت کنید که آیا مشخصا کدام معایبی هم داره یا خیر؟ خب قبلا گفتم هر چیزی که فایده خود داشته باشه در کنار خود بعضی معایب و نقصای خود هم میداشته باشه و فعلا وب نسل دو و وب نسل سیره که استفاده میکنیم ما، جدا از اینکه اقدر فوایده که ما اشاره کردم داره، بعضی نقص ها هم داره. بزرگترین نقص که داره وجود اطلاعات شخصی و هویتی کاربر می باشه. زمانی که شما در محیط وب میرین، اگر شما از طریق ایمیلتان داخل شوین، در حقیقت شما هویتتان به اونا تحویل دادین و خطر که اینجا شخص تهدید میکنه این است که بعض شرکت ها به اصطلاح در پست رمه خودشان میزنن در حال که اونا خودشان گرگ هستن، به اصطلاح عامیانه برتان بگم که اونا به حیث یک مرجع بسیار معتبر و قابل اعتماد خود به مردم معرفی میکنن و زمان که اطلاعات و هویت شما را گرفتن، هویت همه را گرفتن، اونا را به فروش میمانن، به حراج میمانن یا به مزایده میمانن. در این صورت اطلاعات شخصی فرد به فروش میرسه، یعنی با هویت ما اونا میخوان تجارت بکنن. بزرگترین خطر که و بزرگترین عیب که فعلا در صفحات وجود داره، خطر هویت شخصی به خود بر کاربران است و از نکات بعدی گرفته تا سانسور محتوا، محتوایی که بسیار حساس میباشه. شما شاید دیده باشین بعضی محتوا را اگر شما اپلود میکنین و یا پست میکنین، مستقیما از طرف خود سرور بلاک میشه یا کلا پیج و صفحه اون وبسایت رستریکت میخوره به یک مدت محدود ما، یعنی یک ماه و یک هفته یا دو هفته، و چنین عیب هایی را داره جدا از اینکه قدر فواید داره. آقای فیضی، استفاده از این وب ها فردی که میخواد استفاده بکنه، یکی از چیزایی که نیاز است دانشش را باید داشته باشه، درست است؟ یعنی هر کسی نمیتونه از این سایت ها استفاده کنه؟ خب دانش فرق میکنه و استفاده هم فرق میکنه. کسی که دانشش داره در قسمت راه اندازی وب کار میکنه، یعنی وب او میسازه، وبسایت میسازه با استفاده از برنامه‌های برنامه نویسی کامپیوتری، مثلا HTML, CSS, jQuery, JavaScript، اینا میتونه برنامه نویسی کنه و زمانی که وبسایت تهیه کرد، وبسایت کارش تمام شد، وبسایت میتونه برای کسی که میخواد در محیط وبسایت کاروبارش شروع کنه. یک نفر است مثلا فروشات آنلاین داره، یک نفر است میخواد تولید محتوا کنه، یک نفر است در ساحه آموزشی میخواد فعالیت کنه و یک نفر است میخواد که در حوزه موسیقی یا بعضی هنر و بعضی چیزا کار بکنه، میتونه که در این محیط کار کنه. و خوبی محیط چی است که فرض مثال اگر وارد ساحه فروشات آنلاین شویم، وارد ساحه تجارت شویم، ما میتونیم که از این طریق فروشات خود در صفحات مجازی در ملای عام بانیم که اونا ببینن و خود ما از مرجعیت خود به ورزش گذاری کنیم و کس حق اعتراض هم نداره، بخاطر که اونجا حاکمیت از خود ماست، وبسایت از خود ماست و چنین چیز خوشبختانه وجود داره. دقیقاً. ممنون شما آقای فیضی، خیلی صحبت‌های خوب و مفید برای همه عزیزان و به خصوص کسانی که علاقه‌مند تکنولوژی هستند. تشکر از شما و از دعوتتون. تشکر. سپاس.